یک سازمان حقوق بشری از عربستان سعودی خواست تا احکام اعدام صادر شده در خصوص چهارده تن از شهروندان شیعه این کشور را لغو کند و درباره این احکام شفافسازی نماید سازمان اروپایی عربستانی حقوق بشر در گزارشی با اشاره به اینکه این احکام اعدام را به دقت بررسی کرده است تاکید کرد که در تحقیقات خود درباره محاکمه متهمان به موارد غیرقانونی بسیاری از عربستان سعودی دست یافته که به گفته این سازمان بیشتر به یک نمایش خنددار شبیه بوده است سازمان مذکور با اشاره به اینکه مقامات عربستان سعودی متهمان را در طول دوران بازجویی از داشتن وکیل محروم کرده اند. افزود از این زندانیان در سلول های انفرادی نگهداری می شده و آنان به زور و تحت شکنجه وادار به اعتراف شدند علی عبدوبیسی رئیس این سازمان بین المللی افزود این گزارش حاوی محکومیت نوع حکومت محمد بن سلمان ولی احد عربستان است که از یک سو روند سرپوش گذاشتن بر شکنجگران را هدایت می کند و از سوی دیگر تظاهر به اصلاحات می کند. در این گزارش همچنین آمده است حکم اعدام صادره علیه مشتبه از نوجوان عربستانی حاوی تناقضاتی بسیار است و قاضی دادگاه برای توجیه حکم اعدام او اتهاماتی خطرناک از قبیل خروج مسلحانه علیه ولی امر و حمله و تیراندازی به نیروهای امنیتی را به وی نسبت داده است این گزارش در پایان آورده است این گزارش در پایان آورده است که بررسی دقیق احکام صادره علیه چهارده فعال مدنی القطیف نشان می دهد اتهاماتی که قاضی این پرونده به استناد با آنها برای این افراد حکم اعدام صادر کرده به روشنی مشخص نشدند.